آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی یک بار دیگر مهمان خانه های شما هستم و نگاه روز سه‌شنبه 17 جدی سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 7 ماه جنوری سال 2020 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم و طور که شما مشاهده میکنین برنامه نگاه همزمان از طریق فیسبوک لایو استریم و سایت اینترنتی شبکه جهانی آریانا افغانستان هم پخش میشه. نخست میریم به سراغ تبصره های از روزنامه های خارجی که در بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان، تبصره های از دیلی تایمز، دی هل، اسوسییتد پرس، دویچه وله با هم تبصره از دی هل و نیویورک تایمز را برای شما گرد آورده ایم. و در بخش روزنامه ها و جراید داخلی تبصره های از اشت صبح، آرمان ملی و ماندگار را برای شما انتخاب نموده ایم که اگر نسبت تراکم موضوعات یا مطالب من تانم یک از این روزنامه ها را خدمت شما تقدیم کنم، امیدوارستم قبلا مرا ببخشین و ضمناً خدمت شما یک بار دیگر اعلان میکنم که تمام تبصره ها و صحبت هایی را که من در برنامه های نگاه و از گپ گپ مخیزه تقدیم حضورتان میکنم با استفاده از مطالب، تبصره ها و گزارش هایی است که در روزنامه های داخلی و خارجی و بعضی رسانه ها و همچنان صفحات اجتماعی به نشر میرسه. صحبت را از دیلی تایمز شروع میکنیم. کاهش خشونت شرط امریکا برای ادامه مذاکره با طالبان. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، برای بررسی راه‌های اثرگیری مذاکرات با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان دیدار کرد. ماهی گذشته پس از حمله طالبان به پایگاه هوایی بگرام، خلیلزاد گفتگوها را متوقف نمود، اما طالبان گفتند که توقف مذاکرات به درخواست این گروه و برای مشوره با رهبری طالبان بوده است. دیلی تایمز علاوه می کند در حالی که مذاکره کننده ارشد امریکایی به قطر بازگشته است، اما مذاکرات رسمی با طالبان هنوز آغاز نشده است. یک منبع طالبان در این باره گفت که خلیلزاد منتظر جواب طالبان به درخواست کاهش خشونت ها و اعلام آتش بس کوتاه پیش از امضای توافقنامه صلح است. این منبع طالبان به نشریه پاکستانی گفت زمانی که خلیلزاد به دوحه رسید، مقامات قطری اطلاع دادند تا دو طرف دیدار کنند. نمایندگان ما برای دیدار آماده بودند، اما خلیلزاد مخالفت کرد و گفت که هنوز جوابی برای پیشنهاد کاهش خشونت ها دریافت نکرده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، از جواب به این خبر خودداری ورزید. چند پیش نیز یکی از فرماندهان طالبان تصریح کرده بود که برقراری آتش بس تنها در صورت خروج کامل همه نیروهای امریکایی از افغانستان ممکن خواهد بود. روزنامه دی هل، نشریه نزدیک به کنگرس ایالات متحده امریکا، در گزارش نوشته است که بسیاری در امریکا امیدوارند که با موافقت مذاکرات نمایندگان طالبان و هیئت مذاکره کننده امریکا، جنگ در افغانستان پایان خواهد یافت. اما تعداد کمی می دانند که دو طرف برای پایان جنگ مذاکره نمی کنند، بلکه واشنگتن امیدوار است که پس از گفتگوها طالبان مذاکرات با دولت چند پارچه افغانستان را آغاز کنند. دهل اعلام می کند حالا زمان آن رسیده تا نیروهای ما را به خانه بازگردانیم. نشریه در ادامه خاطر نشان میکند که اگر
توافق حاصل شود منجر به پایان جنگ نمی شود، بلکه تنها آغازگر گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود. خلیلزاد پذیرفته است که محور گفتگوها تلاش برای کاهش خشونت و هموار کردن مذاکرات بین الافغانی است، نه پایان جنگ. طالبان اما در مقابل تصدیق کردند که مذاکرات بین الافغانی تنها پس از امضای توافق با امریکا برای خروج همه نظامیان این کشور در افغانستان صورت میگیرد. این نشریه نزدیک به کنگرس ایالات متحده اعلام میکند که واشنگتن باید این حقیقت را درک کند که امریکا هرگز نمیتواند با استفاده از اهرم قدرت نظامی پایان جنگ را بر مردم افغانستان اعلام کند و تنها افغانها هستند که میتوانند به منازعات کشورشان پایان بخشند. دهل در ادامه مینویسد: برای رفع مشکل غیر قابل حل، حتی یک قطره بیشتر از خون امریکایی ها ریخته شود، ما باید با شرکای افغان مناطو از نزدیک همکاری کنیم و نیروهای ما از افغانستان را به طور منظم و حرفه‌ای خارج کرده و جنگ را نیز با شرایط خود پایان بخشیم. و حالا هم یک گزارش را خدمت شما تقدیم میکنم که در سایت اینترنتی آژانس خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر شده. نقش بازیگران منطقه‌ای در روند سال، سازنده یا مخرب. با گزارش آژانس خبرگزاری اسوشیتد پرس، 24 نفر از نظامیان گارد ملی آمریکا به روز پنجشنبه آینده جهت آمادگی پیش از اعزام به افغانستان به پایگاه فورت بلس در تکساس می روند. در ادامه این گزارش آمده است که این نیروها پس از این دوره برای دوره ده ماهه و تامین امنیت یک فرمانده نظامی امریکایی به افغانستان اعزام خواهد شد. پیش از این نیست آرمی تایمز گزارش داده بود که یک گروه رزمی اردوی امریکا که در پایگاه فورت درام در نیویورک مستقر هستند، زمستان امسال در قالب نیروهای چرخشی به افغانستان اعزام می شوند و جایگزین گروه سوم رزمی نیروهای هوابرد لشکر 82 اردوی امریکا خواهند شد. امریکا در حال بر ادامه حضور نظامی در افغانستان پافشاری می کند که طالبان همواره تاکید کردند تنها در صورت خروج همه نیروهای خارجی حاضر به پذیرفتن صلح هستند. و هم تبصره از دویچه ویله یا صدای آلمان را برای شما انتخاب نموده ایم. خبرنگاران آلمانی تهدید ترامپ به هدف قرار دادن میراث فرهنگی ایران را با اقدام وحشیانه طالبان در از بین بردن این بخشا و آثار هنری افغانستان مقایسه کردند. در ادامه عکس‌العمل های جهانی به تهدید حمله به اماکن فرهنگی ایران از سوی رئیس جمهور امریکا، خبرنگاران آلمانی نیز به این مسئله عکس‌العمل نشان دادند. در همین رابطه نتالی امیری گزارشگر برنامه های مربوط به ایران در شبکه صدای آلمان به شدت از سیاست ترامپ انتقاد کرد. وی در پیام توییتری به تهدید عجیبتر ترامپ علیه اماکن فرهنگی ایران اشاره و آن را با اقدامات وحشیانه طالبان در از بین بردن میراث فرهنگی و هنری افغانستان مقایسه کرد. امیری 42 ساله از 2015 تا حال مجری برنامه های مرتبط به تحولات ایران در استدیو شبکه یک آلمان ARD در تهران است. همچنان خبرنگار شبکه ZDF در واشنگتن با انتقاد از تویت ترامپ در صفحه خود نوشت: رئیس جمهور امریکا با این اقدام متهم به ارتکاب جنایت جنگی و نقض کنوانسیون ژنو قوانین فدرال امریکا است. ترامپ پس از صدور دستور به کشتن سپهبد یا جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و ابو مهدی المهندس، معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به همراه 8 نفر دیگر در صبحگاه روز جمعه 13 ماه جاری در مسیر میدان هوایی بغداد در تویتر خود نوشت: چنانچه ایران به هر یک از نیروهای امریکایی یا تجهیزات امریکا حمله کند، ما به سرعت و با جدیت 52 نقطه ایران به تعداد 52 امریکایی که ایران سالها پیش گروگان گرفته بود
که برخی از آنها 52 منطقه سطح بالا و حائز اهمیت برای ایران و فرهنگ ایران است و نیز موازی آنها و خود ایران را هدف قرار می دهیم. دیگر تهدیدی به گفته ترامپ در کار نیست. و بازم تبصره داریم از روزنامه دهل. روزنامه دهل در یک تبصره دیگر می نویسد که امریکایی ها باید در مورد ایران 5 درس افغانستان را آموخته باشند. بنوشته روزنامه در حالی که با کشته شدن یک نظامی ارشد ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 3,500 سرباز اضافی به شرق میانه اعزام میکند، مباحث مردمی باید روی گزارش های مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان بچرخد. نویسنده از عامل نخست 5 موردی که باید از جنگ افغانستان آموخته شود اسامه بن لادن را برنده اصلی دانسته است. در ادامه به نقل از مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نوشته شده که کارمندان سابق قصر سفید در سال 2015 گفته بودند پس از آن که اسامه بن لادن کشته شود شاید در گورش خندیده باشد که ایالات متحده تا چه حد پول در افغانستان مصرف کرد. همچنان به مصاحبه عمر بن لادن پسر رهبر پیشین شبکه القاعده اشاره شده که در سال 2010 میلادی به مجله رولینگستون گفته بود پدرش میخواست امریکا به افغانستان برود و بعد پول مصرف کند که اقتصادش به سوی سقوط برود. مقاله دهل از مورد یا درس دوم به این اشاره کرده که امریکایی ها نمی دانستند چرا نیروهایشان به افغانستان می روند. در مورد سوم آمده که حالا زمانش فرا رسیده تا امریکا به دولت سازی در افغانستان پایان بخشد. دهل می افزاید از سال 2007 میلادی به این سو فساد اداری در افغانستان به حدی رسیده که رایان کراکر سفیر سابق امریکا در کابل گفته بود جلوگیری از فساد در افغانستان ناممکن به نظر می رسد. دهل به یک گزارش روزنامه واشنگتن پوست هم اشاره می کند و به نقل از یک کارمند USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی امریکا می نویسد که همه روزه برای توزیع 3 میلیون دلار به روستای کوچک افغانستان که خانه هایش خامه بودند تلاش می شد. روزنامه از چرخ تاریخ و جنگ ویتنام به عنوان عامل چهارم یادآوری کرده است، اما مطلب دهل از نکته پنجم یادآور می شود و می نویسد شاید زمانش فرا رسیده تا به این دیوانگی نقطه پایان برای همیشه گذاشته شود، زیرا ایالات متحده در افغانستان بیش از 2 تریلیون دلار مصرف کرده است. و بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان را با تبصره از روزنامه نیویورک تایمز به پایان میبریم. روزنامه نیویورک تایمز به پایان ماموریت جان باس سفیر ایالات متحده امریکا در کابل توجه کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه یعنی دیروز گفت سفیر باس به دنبال سپری کردن 2 سال ماموریت در افغانستان به صورت فوری این کشور را ترک میکند. با باور نویسنده جان باس در حال روانه کشورش میشود که ایالات متحده بار دیگر برای توافق صلح با طالبان تلاش دارد، موافقتی که در نتیجه آن شاید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و در ازای آن خشونت‌های طالبان کاهش یابد. در ادامه مطلب نیویورک تایمز آمده است که در جریان گفتگوهای گذشته میان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و طالبان جان باس در جریان قرار داشت. روزنامه اعلام میکند که هر دو جانب ماه گذشته در گفتگوهایشان به اعلام آتش بس موقت نزدیک شده بودند و با آنکه این خبر از سوی طالبان رد شد تا هنوز معلوم نیست که به چه دلیل این اعلام به انحراف برده شد. نیویورک تایمز در ادامه میگوید که راس ویلسون با عنوان سرپرست سفارت امریکا روانه کابل خواهد شد و امور را در آنجا تا هنگام معرفی سفیر جدید امریکا به عهده خواهد گرفت. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، این بود بخشی از تبصره های روزنامه های خارجی خدمت شما پیشکش شد. میریم به سراغ یکی دو تبصره از روزنامه های داخلی. صحبت را از ماندگار آغاز میکنیم. روزنامه ماندگار که توسط احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قماندان سابق جهادی تمویل میشود، در سرمقاله امروز خود نوشته است
کابل ناامن‌ترین پایتخت در جهان می باشد. در بخش از این مقاله می خوانیم پایتخت در تعبیر قدیمی آن تختگاه یا ناحیه است که شاه و فرماندروای یک سرزمین آن را مناسبترین نقطه برای سکونت و محافظت از قلمروش انتخاب می کند. قدامت این تعبیر بیشتر به واژه شاه و تخت برمیگردد که در دنیای کنونی مفاهیم کهنه و رنگ باخته به نظر می رسند. اما از این دو واژه که بگذاریم دیده می شود که پایتخت در دنیای جهانی شده که برخی ها آن را جهان بدون سرحد خواندند. ماندگار اعلام می کند هنوز همان کارکردی را دارد که در هزاره ها و صده های قبل داشته است. در دنیای امروز و نظام بین الملل نیز پایتخت علاوه بر این که محل استقرار حکومت و نهادهای اساسی آن است می باید شهر امن و مرفه با موقعیت جغرافیایی تاریخی برای نظارت و محافظت از تمام قلمرو سرزمین دولتی باشد که در آن حکومت را در سراسر کشور به اصطلاح اداره می کند. امنیت در این شهر می باید به تمام معنا برقرار باشد تا حکومت بتواند آن را الگوی قابل دسترسی به سایر نقاط کشور قرار دهد. مردمانش می باید در رفاه و آسایش توأم با عدالت باشند تا سر به شورش نگذارند و نه تنها تختگاه بل تمام کشور را به فتنه و بلا نیندازند. باید موقعیت جغرافیایی کنونی داشته باشد تا در جنگ ها و شررها که احتمالا صورت می گیرد کمتر آسیب ببیند و حکومت بر تمام جوانب زندگی مردم کنترل کامل داشته باشد. از تبصره روزنامه ماندگار که بگذاریم تبصره داریم از روزنامه هشت صبح. روزنامه هشت صبح در سرمقاله امروز خود می نویسد که در برخی از مناطق کابل دزدان مسلط بوده و به چور چپاول دارایی های مردم می پردازند. به گفته هشت صبح هرگاه کسی با آنان مقاومت کند او را می کشند و کسی هم پرسانش را نمی کند. در سرمقاله گفته شده که پرسش مردم این است: در حالی که پلیس در حوزه های امنیتی از امکانات کافی برخوردار است، چرا نمی تواند با دزدان مقابله نماید؟ آیا دزدان سلاح اتمی دارند که پلیس از آن هراس دارد؟ سرمقاله نویس از نهادهای عدلی و قضایی نیز انتقاد می کند و می گوید زمانی که پلیس یک دزد را بازداشت می کند بعدن در بدل پول رها می شود که این کار گراف جرایم را در کابل بالا برده است. و آرمان ملی هم در سرمقاله امروز خود نوشته است که در شهر کابل در هر 24 ساعت جرایم زیاد جنایی رخ می دهد که رسانه‌ای نمی شود اما مردم از آن حکایت می کنند. در سرمقاله امروز آرمان ملی آمده است هرگاه کسی به شفاخانه های کابل سر بزند می داند که از دست دزدان در کابل چی می گذرد. سرمقاله نویس این سؤال را مطرح می کند: حالا که وضعیت در اینجا رسیده چه باید شود؟ نویسنده به جواب سوالش نوشته است که نهادهای امنیتی باید در مورد این بحران پاسخ بگویند و با این گونه موارد مسئولانه برخورد شود. در پایان سرمقاله آرمان ملی سفارش شده است که ارگانهای امنیتی و کشفی باید به گونه جدی دست به کار شوند. این کار عمل را به دست گرفته و به ناامنی های جاری در شهر نقطه پایان گذاشته خواهد شد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، این بود تبصره های از روزنامه های داخلی و خارجی که تقدیم حضورتان شد و حالا میریم به صحبت اصلی برنامه امروز. البته وقایع و رویدادها و حوادث زیادی در افغانستان رخ داده در 24 ساعت گذشته، اما بیشتر از همه توجه مردم را در داخل و همچنان افغانهای خارج را به این خبر معطوف داشته، یعنی کشته شدن قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی به مانند قهرمانان یا کسایی که در فیلم های به اصطلاح بدماشی و در فیلم های جنون آمیز و جنایتکارانه و فیلم های به اصطلاح پلیسی نقش آفرینی میکنه، این هم در تاریخ ایران عین مقامه از آن خود کرده. کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان سپاه قدس،
شاخه بیرونمرزی سپاه پاسداران ایران در بغداد توسط امریکایی ها یک رویداد امنیتی سیاسی بزرگ در منطقه به شمار می رود. برخی از ناظرین بزرگی این رویداد را با رویداد حمله نظامی امریکا به عراق مقایسه کردند. قاسم سلیمانی را بسیاری ها فرد شماره دوم جمهوری اسلامی ایران یا همکاره سیاست خارجی و داخلی ایران می دانند که افزون بر گسترش نفوذ نظامی ایران در شرق میانه سیاست خارجی ایران را در این منطقه رهبری می کرد و به آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی بنیادگرای ایران نیز بسیار نزدیک بود. ایرانی ها قاسم سلیمانی را به عنوان کسی تعریف کردند که مانع تحقق بسیاری از برنامه های سلطه جویانه امریکا در شرق میانه شد و به همین دلیل هدف حمله امریکایی ها قرار گرفت. این تعریف از سلیمانی چندان دور از واقعیت نیست. سلیمانی در سوریه و عراق و یمن برای امریکایی ها مشکلات زیاد ایجاد کرد و حتی می توان گفت که نقشه امریکایی ها برای تسلط بر سوریه و عراق را نقش بر آب کرد. هرچند سلیمانی به حیث مجری برنامه های بیرون‌مرزی جمهوری اسلامی دانسته می شد و نقش فردی او زیاد نمی تواند به شکل اغراق آمیز ارزیابی شود، اما با آن هم او یکی از چهره های تاثیرگذار بود که در عملی سازی سیاست های تقابلی ایران در برابر امریکا در شرق میانه نقش برجسته داشت. مقامات ایرانی گفتند که انتقام قاسم سلیمانی را از امریکا می گیرند. تا کنون روشن نیست که ایرانی ها چگونه از امریکایی ها انتقام خواهند گرفت، اما چیزی که قابل پیش بینی است این است که پایگاه های امریکایی ها در کل شرق میانه و افغانستان می تواند تحت تهدید قرار گیرد و سپاه پاسداران از طریق نفوذی های خود بر این پایگاه ها که در این کشورها نفوذی ها دارند و اعمال و نوکران و چاکران دارند حمله کند. در همین راستا امریکایی ها بعد از کشته شدن سلیمانی اقدام به جابجایی نیروهای نظامی خود در شرق میانه کرده و برای مراکزی که فکر کردند با تهدید بیشتری مواجهند تدابیر خاص امنیتی اتخاذ نمودند. ناظران احتمال وقوع جنگ مستقیم بین امریکا و ایران را زیاد قوی نمی دانند، اما این واضح است که تقابل دو کشور در منطقه شدت خواهد گرفت و به احتمال زیاد ایرانی ها در اقدامات تلافی جویانه حملات را در مناطق مختلف شرق میانه به شمول افغانستان به شکل نامتعارف انجام دهند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، در رابطه با این تبصره یک گزارش ویدیویی تهیه کرده ایم که این گزارش ویدیویی را با هم مشاهده میکنیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. شبی نیست ما نخوابیم. سه روز اعضای عمومی در اندوه فرمانده قدس سپاه پاسداران در ایران. بیا ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. رهبر ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی گفته است که انتقام سخت از امریکا خواهند گرفت. علی خامنه‌ای سلیمانی را شهید راه اسلام خطاب کرده و گفته است کسانی هستند که راه او را ادامه خواهند داد. کسانی دیگر هستند که کار و مسئولیت سلیمانی را پیش خواهند برد. راه او متوقف و بسته نخواهد شد. انتقام سخت در انتظار کسانی که دست به این اقدام زدن خواهد بود. رئیس جمهور ایران هم در پیام گفته است که به تردید انتقام کشته شدن سلیمانی از امریکا گرفته خواهد شد. وزارت دفاع امریکا اما در اعلامیه گفته است که سلیمانی مسئول کشته شدن صدها نظامی و پیمانکار امریکا در منطقه بود. با گفته این وزارت، سلیمانی برای تحریزی یک حمله دیگر بر منافع امریکا در منطقه به عراق رفته بود. رسانه‌های آمریکایی گفتند که قاسم سلیمانی و فرماندهان نیروهای حشد شعبی دیشب زمانی که در حال حرکت در دو موتر از فرودگاه بغداد در قسمت بارگیری بودند، توسط پهپادهای ارتش آمریکا موترهای حاملشان هدف قرار گرفت و کشته شدند. این رسانه ها می گویند که آقای سلیمانی از لبنان و یا سوریه به بغداد سفر کرده بود. با این حال وزیر دفاع آمریکا هشدار می‌دهد که اگر گروه‌های وابسته به ایران علیه منافع ایالات متحده آمریکا اقدام دیگر انجام دهند، پاسخ شدیدی دریافت خواهند کرد.
گروه های مورد حمایت ایران از ما هاست دست بر رفتارهای تحریک‌آمیز می‌زنند. این احتمال وجود دارد که این گروه اشتباهی حمله به منافع آمریکا در منطقه را تکرار کند. اما ما آماده دفاع از خود و منافع ما در منطقه هستیم و آمادگی داریم تا جلوی رفتارهای بد این گروه ها را که همگی از سوی ایران هدایت و پشتیبانی مالی می‌شوند را بگیریم. سفیر ایران در عراق گفته است در این حمله 8 تن دیگر نیز کشته شدند. به جرأت به شما عرض بکنم ما ده ها قاسم سلیمانی قبراغتر و آماده تر داریم تو کشم. وزیر دفاع ایران میگوید کشته شدن سلیمانی را پاسخ دندان شکن میدهند و انتقام سلیمانی از تمامی عاملان آن گرفته خواهد شد. وزیر خارجه ایران هم در توییت کشته شدن سلیمانی را توسط آمریکا یک اقدام هراس افگنانه خوانده و گفته است ایالات متحده مسئولیت همه عواقب ناشی از ماجراجویی های خود را خواهد پرداخت. تنش‌ها زمان میان آمریکا و ایران تشدید شد که ارتش آمریکا روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله موشکی به یک پایگاه کرکوک عراق، مواضع قطاری به حزب الله را در سوریه و عراق هدف قرار داد که در آن 25 تن کشته شدند. پس از آن هزاران تن در اعتراض به این حمله ها بر سفارت آمریکا در بغداد یورش برده و بخشی از دیوار ساختمان و همین گونه پست بازرسی خارج ساختمان سفارت را آتش زدند. ترامپ در توییت ایران را به سازماندهی حمله به سفارت آمریکا در بغداد متهم کرد و هشدار داد که ایران به خاطر این اقدام خود پاسخگو خواهد بود. با باور من مفهوم این که آمریکا میگوید بازی تغییر کرده این است که ارتش آمریکا احتمالاً قبل از آن که گروه‌های شبه نظامی نیابتی ایران علیه منافع آمریکا در منطقه دست به کار شوند مورد هدف قرار خواهند گرفت. یعنی آمریکا حمله پیشگیرانه انجام خواهد داد. به همین دلیل صدها نظامی آمریکا به تازگی در منطقه مستقر شده اند. وزارت خارجه روسیه در واکنش این حمله گفته است کشته شدن سلیمانی بی‌باکانه صورت گرفته و به افزایش تنش‌ها در کل منطقه منجر خواهد شد. چین اعلام کرده به دقت تحولات منطقه را زیر نظر دارد و بیجینگ مخالف استفاده از زور در روابط بین الملل است. نخست وزیر عراق اقدام آمریکا را خصمانه خوانده و مقتدی صدر روحانی شیعه عراق به هواداران خود گفته برای دفاع از عراق آماده باشند. همزمان هزاران تن در تهران پایتخت و دیگر شهرهای ایران امروز پس از نماز جمعه علیه آمریکا اعتراض کردند. اما صدها تن در بغداد که اغلب شهروندان مسیحی عراق بودند از این اقدام آمریکا استقبال کرده و با بر آمدن در جاده های بغداد برقص و پایکوبی پرداختند. هرچند قاسم سلیمانی به عنوان قماندان نیروهای بیرون‌مرزی سپاه پاسداران ایران بیشتر به منطقه شرقی میانه متمرکز بود، اما تأثیر کشته شدن او توسط آمریکایی ها بر سیاست و جنگ در افغانستان نیز قابل بررسی است. نه لزوماً به این دلیل که سلیمانی چه نقشی در افغانستان داشت، بلکه به این دلیل که کشته شدن او دولت افغانستان را در موقعیت نهایت دشوار از درگذر حفظ رابطه متوازن بین آمریکا و ایران قرار داده است. در 19 سال اخیر حکومت افغانستان همواره تلاش کرده که در کشمکش های بین ایران و آمریکا به نحو بی‌طرفی خود را حفظ کند، اما وقتی رابط ایران و آمریکا به مرز جنگ تمام عیار برسد، برای افغانستان حفظ بی‌طرفی مشکل‌تر خواهد شد. میتوان گفت که این رویداد بر سیاست افغانستان و بر صلح و انتخابات تأثیر خواهد گذاشت. کشته شدن سلیمانی با عکس‌العمل‌های گسترده در افغانستان مواجه شد. این امر نشان از تأثیر عاجل و فوری این رویداد بر سیاست و اجتماع افغانستان دارد. حکومت، احزاب و چهره های سیاسی و مردم به شکل انفرادی در شبکه های اجتماعی به کشته شدن سلیمانی عکس‌العمل نشان دادند. بعضی ها کشته شدن سلیمانی را یک رویداد نامرتبط به افغانستان عنوان کرده و از پیامدهای احتمالیان بر افغانستان ابراز نگرانی کردند. بعضی ها با جمهوری اسلامی ایران همدردی کردند و بعضی ها کشته شدن او را به نحو مورد تایید قرار داده و سلیمانی را شاید به تبعیت از رسانه ها و محافل سیاسی غربی عامل بی‌ثباتی در شرق میانه عنوان کرده است. اما به هر صورت سلیمانی یک آدم عادی نبود. او یک جنایتکار بود. او نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای شرق میانه بسا جنایاتی را مرتکب شده بود که در آینده شاید جزئیات آن افشا شود. تأثیر کشته شدن سلیمانی بر صلح انتخابات افغانستان را
از ورای موزیگیری های دو تیم پیشتاز انتخاباتی و برخی از احزاب و چهره‌های سیاسی میتوان مورد بررسی قرار داد. بین صلح و انتخابات افغانستان رابطه مستحکمی وجود دارد. حکومت، تیم های سیاسی و احزاب سیاسی با در نظر داشت رابطه مستقیم و مستحکمی که بین صلح و انتخابات وجود دارد در مسائل سیاسی بزرگ موضع‌گیری میکنند. موضع‌گیری تیم های دولت ساز و ثبات و همچنان برخی از چهره های شناخته شده سیاسی در مورد کشته شدن سلیمانی توسط امریکایی ها در عراق در واقع با استاب خواستها، نیازها، دیدگاهها، مشکلات و واقعیت هایی است که آنان در عرصه صلح انتخابات و در مجموع در حوزه سیاست و روابط بین المللی با آن سر دوچارند. عکس العمل تیم ارک یا دولت ساز را می توان همسو با امریکایی ها دانست. ارگ ریاست جمهوری تلاش کرد طوری در این رابطه موضع‌گیری کند که موجب ناراحتی امریکایی ها نشود و بگونه این پیام را نیز داشته باشد که از کشته شدن سلیمانی استقبال می کند. این تلاش نشان می دهد که اشرف غنی و نزدیکان او چشم به حمایت امریکایی ها در روند انتخابات دوختند. در واقع چون غنی فکر میکند که به حمایت امریکا در انتخابات نیاز دارد، نباید طوری موضع گیری کند که موجب ناراحتی امریکایی ها شود. اما برای اینکه رعایت حال جمهوری اسلامی را کرده باشد، از اطمینان در مورد عدم استفاده از خاک افغانستان توسط امریکا علیه ایران نیز سخن گفته است. این در حال است که حکومت افغانستان در موقعیت نیست که بتواند مانع استفاده امریکا از خاک افغانستان علیه جمهوری اسلامی ایران شود. امریکایی ها با حمله به قاسم سلیمانی در میدان بین المللی عراق نشان دادند که وقتی بخواهند کار انجام دهند، پروای پرستیژ کشورهای میزبان را ندارند و برای تعقیب اهداف خود از هر حد و حدود عدول کرده می توانند. دولت عراق نیست که دولت دستاخت امریکاست، همان گونه که مقامات عراقی نتوانستند به ایران اطمینان بدهند که امریکا از خاکشان علیه ایران استفاده نخواهد کرد، افغانستان نیز چنین اطمینانی را دادن نمیتواند. اما در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان این اطمینان در یک سیاست شعاریک یا شعارگونه داده شده که غیر عملی بودن آن بر همگان آشکار است. در ارگ ریاست جمهوری افغانستان یا در بین مقامات بلندپایه افغانستان شما هیچ شخص بی‌طرف نمیتونین پیدا کنین. همه با یک جناح با یا با یک کشوری گفتیم مردم سر تکان میتن و از اوامر آنها اطاعت میکنن، زیرا تا 40 سال گذشته یا 30 سال گذشته یا 20 سال گذشته اینا همه در لست معاشخوران کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان و ایران بودند. امریکایی ها به مراتب بیشتر از عراق بر اوضاع افغانستان کنترل دارند و دولت افغانستان نیز به مراتب وابسته تر به امریکاست. از این رو اطمینان‌دهی غنی فقط در حد لفظ و شعار مانند همیشه مطرح است. ریاست جمهوری افغانستان در واقع در عین حالی که نمیتوانست کشته شدن سلیمانی توسط امریکا را محکوم کند، با گفتن این که اجازه نمیدهیم از خاک افغانستان علیه ایران استفاده شود، به شکل غیر مستقیم نشان داد که از حمله امریکا بر سلیمانی ناراض است و اگر چون اتفاق در افغانستان نیز بیفتد از آن حمایت نخواهد کرد. در کل میتوان از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان این را استنباط کرد که دولت افغانستان در میان مجبوریت ها و وابستگی ها تا چه اندازه با مشکل مواجه است و ایجاد توازن بین امریکا و ایران کرد و دشمن یکدیگر هستند و خود را دوست افغانستان قلمداد می کنند با چه اندازه دشوار است. به هر حال ایرانی ها عکس العمل اشرف غنی را یک عکس العمل امریکایی تلقی خواهند کرد. اعلامیه ای که ارگ ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با کشته شدن سلیمانی نشر کرد، سرور دانش معاون دوم غنی را در یک موقعیت دشوار قرار می دهد، زیرا شیعیان افغانستان و هزاره ها با ایران رابط گسترده و تاریخی دارند. حضور دانش با عنوان نماینده شیعیان یا هزاره ها در قدرت باید منجر به این می شد که در اعلامیه ارگ روح شیعگری و هزارگی نیز دیده می شد. این چیزی است که در این اعلامیه دیده نمی شود.
اشرف غنی ترجیح داد که امریکایی ها را خوشنود بسازد، شاید به قیمت بی‌اعتنایی به حضور یک متحد شیعه و هزاره در کنارش. اما اعلامیه عبدالله بیشتر ایرانی بود و باید ایرانی می بود، زیرا دکتر عبدالله از بدو ورود به دنیای سیاست با ایرانی ها رابطه نزدیک و تنگاتنگ داشت. دو چهره مهم سیاسی به نمایندگی از شیعیان و هزاره ها، خلیلی و محقق، در کنار عبدالله و روابط تاریخی عبدالله از آدرس جهاد و به اصطلاح مقاومت با ایران، باعث شده که عبدالله از کشته شدن سلیمانی ابراز تأسف کند و به دولت ایران و خانواده او تسلیت بگوید. با اینکه این برنامه از گپ گپ میخزن نیست، اما در هنگام شهادت قماندان عبدالرازق، آیا ما شما شاهده همچه برخوردهای از جانب ایرانی ها ولو در یک سطح بسیار پایین بودیم؟ حتی شهادتش را کسی تسلیت نگفت. اما حالا ببینید که رهبران ما جنگ و مبارزه دارند برای که خود به جمهوری اسلامی ایران نزدیک بسازند. موضع‌گیری عبدالله در واقع به معنای نکوهش غیر مستقیم حمله امریکا بر یک هدف ایرانی پنداشته می شود. می توان گفت که موضع‌گیری عبدالله در این رابطه بیشتر درون گرایانه بوده است و از اشرف غنی بیرون گرایانه. من در این مورد از موقف یا از سیاست یا از عکس‌العمل اشرف غنی حمایت می کنم. او تا حد توان خواست بی‌طرفی خود را حفظ کند، اما از آن جایی که هر که نان می دهد فرمان می دهد، او جز این که از سیاست امریکا حمایت کند دیگر راهی برایش باقی نمانده است، مخصوصا که در انتخابات هم گفتیم مردم پایش لنگ لنگ می رود. عبدالله تلاش کرده تا همسو با متحدین سیاسی خود، خلیلی و محقق، موضع‌گیری کند، اما غنی تلاش کرد که از منظر روابط با امریکا به موضوع نگاه داشته باشد. روی این دلیل اشرف غنی کارش کار مناسب بود. او نمی توانست عکس آنچه که امریکا میخواست عمل کند. باید داریم چند پیش وقتی محمد محقق نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان را رشوه‌خوار و بی‌غیرت خواند، عبدالله در اعلامیه از این کار محقق براءت جست و او را به احتیاط و دقت در موضع‌گیری هایش دعوت کرد. اما حالا به نظر میرسد که عبدالله ناگزیر شده تا در انتقاد از غربی ها جانب متحدین خود را بگیرد. اما در بخشی از اعلامیه ریاست اجرایی نیز تلاش شده که بر اهمیت روابط استراتژیک میان امریکا و افغانستان نیز تاکید شود. در واقع اعلامیه ریاست اجرایی در جهت خلاف اعلامیه ارق قرار دارد. عبدالله تلاش کرده که اقتدار رضایت ایرانی ها را جلب کند و سپس از ناراحتی امریکایی ها جلوگیری کند. اما غنی تلاش کرد که اقتدار رضایت امریکایی ها را جلب کند، اما در قدم بعد از ناراحتی ایرانی ها جلوگیری کند. با این حال در هر دو اعلامیه یک وجه مشترک وجود دارد و آن اینکه تلاش صورت گرفت در رابطه با امریکا و ایران توازن برقرار شود. چنان که گفته آمد، موضع‌گیری ها و اعلامیه های ارگ ریاست جمهوری و سپیدار نشان می دهد که آنان بر روابطشان با امریکا و ایران از دریچه انتخابات و صلح می نگرند و این دو روند است که این تیم ها را وادار به موضع‌گیری در خصوص همچو مسائل می کند. تیم ارک مدعی شده که موضع‌گیریش به اساس منافع اولیای کشور صورت گرفته که باور کردن آن به این معنا خواهد بود که منافع کشور را در پیروی بردوار دولت افغانستان از هر دو اقدام امریکایی ها در منطقه بدانیم. و اما سه یتیم دیگر، حامد کرزی، حنیف اتمر و لطیف پدرام. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، حنیف اتمر از چهره های مطرح و آدم مشکوک و مرموز در سیاست افغانستان و لطیف پدرام چهره شناخته شده نامزد انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران پروپا قرص جمهوری اسلامی ایران، به صراحت حمله امریکا بر سلیمانی را نکوهش کرده و سلیمانی را شهید خواندند. عکس العمل های اینها را بیشتر در محور صلح می توان ارزیابی کرد. این موضع‌گیری ها بیشتر موجبات رضایت و خوشنودی جریان های اسلامگرا از جمله شاید طالبان را فراهم می کند. کرزی و اتمر در پشت صحنه سیاست و در حوزه صلح خود را فعال ساختند. هر دو با کشورهای خارجی، دوست و دشمن
همخوانی دارند و روابط تنگاتنگ دارند. انتقاد آنان از امریکایی هم قابل درک است و هم میتواند در خلق زدگی زدایی از آنان کمک کند. آنان بیشتر به عنوان چهره های غربی شناخته میشوند، با وجود اینکه روابط بسیار نزدیک با کشورهای ضد غربی از جمله ایران، روسیه و چین دارند و از همین رو در میان جریان های سیاسی اسلامگرا مورد اعتماد نیستند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، باز هم یک گزارش ویدیویی را آماده ساخته ایم که یک جا میبینیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. آقای سلیمانی در حال از سوی امریکا انجام می شود که نمایندگان این کشور با گروه طالبان برای برقراری صلح در افغانستان رایزنی دارند. در افغانستان برخی حزب‌های سیاسی بر این باورند که ایران از نفوذ و روابط نزدیکی که با طالبان دارد در برابر امریکا استفاده خواهد کرد. و گفته اینان ایران تلاش خواهد کرد که مانع روند گفتگوهای صلح نیز شود. در این وضعیتی که پروسه صلح گفتگو با اعضای رهبری طالبان جریان دارد، بدون شک که این تاثیرات منفی کشته شدن قاسم سلیمانی به روند گفتگوها یا مذاکرات با طالبان را در قبال می داشته باشه، به دلیل از اینکه ممکن این تبعات و عکس‌العمل هایی را در قبال حتما می داشته باشه. اما منبع‌های نزدیک به گروه طالبان باور مخالف دارند. آنان میگویند که کشته شدن سلیمانی هیچ تأثیری بر روند صلح افغانستان ندارد. ایرانیان و سراغ همسایه تو په نسبت چې کوشش طالبان ما فکر باندې کوي چې د هر همسایه سره خپلې اړیکې ښه وساتي، نو هغه د ایران د عراق موضوع چې هلته څوک سلمان په نامه چې څوک مړ شوی دی، هغه د افغانستان په صلح باندې هیڅ تاثیر نه لري او نه تاثیر اچولی. از سوی برخی از آگاهان نظامی تأکید دارند اگر ایران خونگرمی پیشه کند، این رویداد جرقه خواهد بود برای آغاز آتش جنگ در منطقه، جنگی که به ضرر تمام کشورها به ویژه افغانستان خواهد بود. در صورت که جنگ منطقه‌ای آغاز شود بین امریکا و ایران خلاصه نمی شود، دامنه جنگ فراتر می رود، در کشورهای دیگه، کشورهای همسایه منطقه سرایت می کند و یک درگیری کاملا لجنگوشخته منطقوی آغاز می شود. حکومت افغانستان تا کنون در مورد کشته شدن این فرمانده سپاه پاسداران ایران واکنش نشان نداده است. اما پیش از این امریکا بارها اعلام کرده که ایران از طالبان در افغانستان پشتیبانی نظامی می کند. روشن است که بعد از کشته شدن سلیمانی تحولات سیاسی و نظامی در شرق میانه و افغانستان به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد. بعید است که امریکایی ها به اساس دیدگاه هایی که جریان ها و تیم های سیاسی در عکس‌العمل به کشته شدن سلیمانی ابراز داشتند در مورد حمایت و عدم حمایت از آنان تصمیم بگیرد. اما دو تیم پیشتاز سیاسی تا حدود دیدگاه خود را در مورد عملکردهای نامتعارف امریکایی ها بیان کردند. به نظر من اشرف غنی تیر را به هدف زد و فکر میکنم در انتخاب به زعیم آینده افغانستان این موضع‌گیری ها نقش اساسی خواهد داشت. از همه بیشتر آقای غنی متمایل است که دیدگاهش در مورد حمله بر یک هدف ایرانی مورد عنایت امریکا قرار گیرد و به اساس آن روابط ناجور خود با واشنگتن را بازسازی و نوسازی کند. رئیس جمهور ایالات متحده به تهران هشدار داد که اگر برای انتقام گیری تأسیسات نظامی و غیر نظامی امریکا در منطقه هدف قرار دهد، واشنگتن بر 52 هدف در خاک ایران حمله می کند. 52 هدف به قول ترامپ معنای سمبولیک دارد. پس از انقلاب سال 1979 جوانانی که از ایدئولوژی تشیع انقلابی الهام می گرفتند و حمایت رهبران انقلاب را داشتند، 52 دیپلمات و کارمند سفارت امریکا را در تهران گروگان گرفتند. این حادثه دشمنی ایالات متحده و ایران شیعه مذهب و انقلابی را کلید زد. این دشمنی 40 سال است که ادامه دارد و قتل سلیمانی آن را شدیدتر کرده است. لیون پانتا رئیس پیشین CIA که مدت وزیر دفاع ایالات متحده هم بود، به تازگی گفته است که امریکا و ایران در 40 سال گذشته اینقدر به جنگ نزدیک نشده بودند. ترامپ در یادداشت‌های اخیرش از دشمنی با حکومت و نیروهای مسلح ایران فراتر رفته و نوشته است:
در میان 52 هدف که واشنگتن مشخص کرده مکانهای هم هست که برای فرهنگ ایرانهایی ها مهم است. این امر به معنای آن است که به دستور ترامپ نظامیان امریکایی میراث‌های فرهنگی ایران را هم نشانه خواهند گرفت. بر صورت دوستان ارجمند هموطنان گرامی در این مورد هر چقدر که صحبت کنیم کم است، اما از آنجایی که ما گزارش بسیار مفصل هم در این رابطه آماده ساخته ایم کوشش میکنیم که زیادتر این مطالب که در این گزارش مفصل وجود داره ما براتون بیان نکنم و همین گزارش ویدیو رو مشاهده کنین. تا دقایق دیگر برمیگردیم با پایان تبصره و گرفتن تلفن های شما یا جواب دادن تلفن های شما عزیزان با ما باشید. خبرگزاری رویترز با استناد به ادعای یک مقام آمریکایی گزارش داده است که موشک‌های ایران در وضعیت آماده باش قرار گرفتند، اما هنوز مشخص نیست که آیا افزایش سطح آماده باش این موشک‌ها ماهیت دفاعی دارند یا تهاجمی. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نگفت این موشک‌های ایران اهداف خاصی را نشانه رفتند یا خیر، اما ادعا کرد که در زمینه کشته شدن جنرال ایرانی و همراهانش در عراق توسط آمریکا بیم آن می‌رود که ایران دست به تلافی بزند. به گفته وی موشک‌های ایران آشکارا در سطح آماده باش افزایش یافته قرار گرفتند. هنوز نمی‌توان در مقطع فعلی تعیین کرد که آیا افزایش وضعیت آماده باش آنها به هدف آمادگی دفاعی یا آمادگی تهاجمی است. ما از نزدیک وضعیت را تحت نظر قرار می‌دهیم. با ترور سرلشکر قاسم سلیمانی و همراهانش در عراق توسط نیروهای آمریکا تنش در مناسبات واشنگتن و تهران افزایش یافت. در همین حال حسین دهقان مشاور نظامی آیت الله علی خامنه‌ای گفته است ایران قطعاً علیه یک پایگاه نظامی آمریکا اقدام خواهد کرد. او که با شبکه CNN گفتگو میکرد گفته که آمریکا باید ضربه معادل ترور قاسم سلیمانی را دریافت کند و بعد از آن نباید دنبال دور جدید باشد. به گفته مشاور نظامی خامنه‌ای در این صورت این دور جنگ پایان خواهد یافت. و همچنین در واکنش به توییت ترامپ که از حمله به 52 هدف داخل ایران از جمله اماکن فرهنگی نوشته بود گفته است اگر چنین حمله‌ای صورت گیرد هیچ کارمند نظامی و مرکز سیاسی آمریکا و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آنها در امان نخواهند بود. در همین حال منابع خبری به نقل از شاهدان عینی از برخورد 6 موشک کاتیوشا به نزدیکی محل سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد پایتخت عراق خبر دادند. ارتش عراق برخورد 3 موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت در منطقه سبز و 3 موشک دیگر به محله جادریه در مجاورت منطقه سبز را تایید کرده است. بر اثر برخورد موشک‌ها به یک مجمع مسکونی در جادریه دست کم 6 تن از ساکنان حاضر در این مکان مجروح شدند. منطقه سبز منطقه حفاظت شده و فوق امنیتی در مرکز بغداد پایتخت عراق است که مقر برخی ساختمان‌های حساس دولتی و سفارت آمریکا در عراق نیز در آن قرار دارد. شامگاه شنبه 14 دی نیز 2 موشک کاتیوشا به نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در بغداد برخورد کرد. در همان زمان 2 حمله با کاتیوشا نیز به 2 پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در موصل و بلد در شمال بغداد صورت گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یک شنبه 15 دی گفت ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نباید بدون پاسخ گذاشته شود. وی گفت به نظر من کشتن هر فرمانده بلندپایه کشوری نباید بدون پاسخ گذاشته شود. آقای اردوغان به شبکه تلویزیونی CNN ترک گفت که ترکیه تحولات پیرامون ترور قاسم سلیمانی را با نگرانی شدید دنبال می کند، چرا که به نظر می رسد این تنش میان آمریکا و ایران به همین جا ختم نخواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه در عین حال گفت که ایران و آمریکا نیاز به گام‌هایی برای کاهش تنش دارند. به افزود من چند ساعتی قبل از حمله به سلیمانی در تماس تلفنی با ترامپ گفتم در مقابل ایران خیشتنداری نشان دهد، خصوصا در رابطه با تنش‌ها با ایران و لزوم کاهش آن صحبت کردم، اما 4-5 ساعت بعد با شنیدن خبر حمله به سلیمانی شگفت زده شدم. آقای اردوغان همچنین گفت تبدیل عراق به محل مناقشه ایران و آمریکا ثبات منطقه را به هم می‌زند. رسانه‌های ترکیه همچنین گزارش دادند که وزیر خارجه این کشور و پاکستان روز یکشنبه درباره موضوع ترور قاسم سلیمانی مذاکره کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضوع حمله احتمالی به مکانهای فرهنگی ایران را دوباره مطرح کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران بار دیگر موضوع حمله احتمالی کشورش به اماکن و نقاط فرهنگی ایران در صورت واکنش تهران به ترور قاسم سلیمانی را مطرح کرده و پرسیده چرا آمریکا نباید اجازه چنین اقدامی را داشته باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ به خبرنگاران همراهش در هواپیمای رئیس جمهوری گفته: آنها اجازه دارند مردم ما را بکشند. آنها اجازه دارند مردم ما را شکنجه و مجروح کنند. آنها اجازه دارند از بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده کنند و مردم ما را منفجر کنند. آن وقت ما اجازه نداریم دست به اماکن فرهنگی آنها بزنیم. خبرگزاری رویترز نیز اظهارات مشابهی را نقل کرده و میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده گفته چون ایران شهروندان آمریکایی را کشته، او نیز دلیلی ندارد سراغ اماکن فرهنگی ایران نرود. دونالد ترامپ در عین حال برای چندمین بار تهدید کرده است که به اقدام تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی در قبال ترور قاسم سلیمانی واکنش شدیدی نشان خواهد داد. در جریان حمله هوایی ارتش آمریکا در بامداد جمعه 30 دی ماه در نزدیکی فرودگاه بغداد، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و چند عضو دیگر نیروی قدس و 5 عضو حشدشعبی عراق جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند انتقام سختی خواهند گرفت. آقای ترامپ روز 14 دی ماه در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود: بگذارید این به عنوان یک هشدار عمل کند. اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا حمله‌ای بکند، ما 52 سایت ایران را در نمادی از 52 آمریکایی که ایران سال‌ها پیش گروگان گرفته بود، هدف قرار می‌دهیم. مطرح شدن موضوع حمله احتمالی ایالات متحده به سایت‌ها و اماکن فرهنگی واکنش‌هایی را همراه آورد. از جمله شماری از قانونگذاران کنگره آمریکا اظهار کردند که حمله به اماکن فرهنگی یک کشور به مانند دست دادن به جنایت جنگی است. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رأی پارلمان عراق به خروج نیروهای ایالات متحده از آن کشور تهدید کرده این اقدام میتواند به تحریم‌های شدید و گسترده علیه بغداد بیانجامد. پارلمان عراق روز یکشنبه 15 دی در نشستی اضطراری قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که از دولت این کشور می‌خواهد به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان دهد. در این قطعنامه از دولت مرکزی عراق خواسته شده درخواست قبلی خود از ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را لغو کند و به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان دهد. پارلمان عراق در عین حال خواستار آن شده تا اطمینان حاصل شود که سلاح‌های موجود در کشور تنها در اختیار نیروهای دولتی است. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در واکنش به این موضوع گفته بغداد باید هزینه پایگاه هوایی آن کشور را بدهد و همچنین ممکن است تحریم‌های شدیدی علیه عراق وضع کند. آقای ترامپ به خبرنگاران گفته ما یک پایگاه هوایی فوق‌العاده و خیلی گران در آنجا داریم. این پایگاه میلیاردها دلار هزینه داشته و خیلی قبل از زمان من ساخته شده است. رئیس جمهوری آمریکا افسوده تا وقتی پول آن را ندهند از عراق خارج نخواهیم شد. او میگوید اگر عراق از نیروهای آمریکایی بخواهد از آن کشور خارج شوند و این کار را به شکلی دوستانه انجام ندهد، تحریم‌های اعمال خواهیم کرد که هرگز شبیه آن را قبلا ندیدند. وزیر خارجه آمریکا در رشته مصاحبه‌های روزی: من نمیدانم چه تفاوت بین خون سلیمانی و خون بیش از 1000 شهید است که در ماه گذشته توسط تفنگداران ایران و توسط قوای امنیتی ایران به شهادت رسیدند. همه بر مرگ سلیمانی میگیرند، اما 1000 جوان، 1000 دختر و پسر، 1000 ایرانی که واقعا خون ایرانیت و خون آریایی در وجودشان میجوشید، مگر اینها زندگی نداشتند؟ اینها فرزند و همسر و پدر و مادر نداشتند که این سلیمانی چنان غوغا برپا کرده است؟ دیروز تصویری را مشاهده کردم که فامیل سلیمانی رفته بود نزد خامنه‌ای و خامنه‌ای اینا را در آغوش گرفته بود و برشان تسلیت داده بود. واقعا اگر آقای خامنه‌ای یک انسان، یک مسلمان درست می بود و واقعا به زندگی انسان‌ها ارزش قائل می بود، این جنایت را که ماه گذشته در ایران صورت گرفت جلوش می گرفت. بر صورت من خودم به حیث یک افغان، یک افغانی که بسیار حساسیت دارم در مورد مداخلات خارجی ها در افغانستان، مخصوصا همسایه ها در افغانستان، از مرگ سلیمانی استقبال میکنم و ای را به فال نیک میگیرم. ای که نظر ما یا موضع ما با نظر آقای غنی همسان است یا همگونه است، ای چانسی است، نه ای که
حال گفته شده که به خاطر که اشرف غنی حمایت خود از مرگ سلیمانی اعلان کرد، یوم دیدین که فوراً در ظرف 24 ساعت تغییر کرد. هر انسان مستقل است، هر کس میتونه ابراز نظر کنه، ابراز عقیده کنه. به صورت میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله محترم مسکینار صاحب، سلام احترام. من بر شما سلام میتونم تقدیم میکنم؟ خواهش میکنم. زنده باشین. خوش هستم که شما را صحت میبینم. مهربان هستم. جناب محترم مسکینار صاحب، میخوام نظر خود را درباره بفرمایید. قاسم سلیمانی داشتم. بفرمایید سر، بفرمایید. قاسم منافقین بزرگ اهل تشیع و آخوندهای ایران که جنایت زیادی را در جنگ های داخلی افغانستان و سوریه و همچنان عراق انجام دادند. قتل قاسم سلیمانی به نظر من به دستور دونالد ترامپ صورت گرفته، چون که دونالد ترامپ همیشه مخالف سیاست و پالیسی امریکا و اروپا و کمپانی های سلاح‌فروشی امریکا عمل می کند. امریکا و اروپا بالخصوص سرمایه‌داران کمپانی سلاح‌سازی امریکا هرگز نمی خواهد با ایران درگیر شود، با آخوندهای ایران خصوصا با و در ایران با آخوندهای ایران و با رژیم فعلی ایران درگیر شوند. در ایران مانند عراق و سوریه و در ایران مانند عراق و سوریه بجنگند و امریکا هیچ نمی خواهد رژیم آخوندی ایران از بین برود، چون که از بین رفتن رژیم آخوندی ایران خاتمه قسمت فروش بیشتر سلاح امریکا در ممالک عربی و خاورمیانه می باشد. امریکا در واقع غیر مستقیم از آخوندها حمایت کرده. مثال آن، چند قبل تمام مردم ایران قیام ملی کردند، اما اروپا و امریکا هیچ عکس العمل نشان نداد. اگر به عوض ایران ممالک عربی می بود، امریکا مستقیم مداخله میکرد که رژیم را از بین ببرد، قسمی که در عراق و سوریه مداخله کرد. اینکه امریکا تحریم بالای ایران وضع میکند به گمان اغلب به مصلحت رهبران آخوند ایران است، که آخوندها ایران میخواهد مردم ایران را از او رضایت ندارد، در غربت مصروف نگه دارد و در مقابل رژیم آخوندی قیام نکنند و مردم ایران با شعارهای میان خالی ضد امریکا و مردم امریکا ایران را با شعارهای ضد امریکایی 40 سال است که این آخوندها فریب دادند. بله تشکر بسیار. ایران در تاریخ در مقابل امریکا و امریکا در مقابل ایران نجنگیده، در حتی در وقتی که 52 نفر ایران گروگان بود، بان هم امریکا در مقابل ایران هیچ عکس العمل نشان نداد. همیشه جنگ شیعیان ایران در طول تاریخ در 1400 سال در مقابل مسلمان ها و سنی ها بودن، نه در مقابل ابرقدرت ها و کفار. تشکر و امریکا. تشکر و زنده باشین. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله سب، سلام سب، سر شما خوب هستی سب، زنده باشی سب. بسیارت خلاصه برای از یک تعداد زیاد بیننده انتظار دارن، بفرمین. داد کردین آقای مسکینیار، چون من در مقدمه تا می 40 دقیقه در برنامه شما شریک نبودم، فعلا شریک شدیم و از آقای سلیمانی و یا شما خوبتر صحبت کردین و بعدی ویدیوهای جالب را به نمایش گذاشتین. فقط من در چند مورد داخلی نمیفهم که در صحبتهای شما داخل بود، یعنی من چند چیز را دمی سیاست های نوی که فعلا در افغانستان در رای عرق بر بشتم آقای مسکین یا شما از آقای غنی گفتین. آقای غنی به هیچ وجه نمیتونه طور که بر شما معلوم است از سیاست امریکا سرپیچی کنه. نمیتونه. بله گفتم ایره، گفتم بله گفتم. اگر خودشم به این عمل تک بزنم و خانمشم با این موافق نخواد بود و پیش هم نخواد رفت، ولی شما میبینین آقای مسکینیار دمی حرکت جدیدی که اگر شما شنیده باشین و حتما شنیدین، همی عملیاتی که فعلا سر عمر ستار شدن و یک عملیاتی که سر آقای قیصری شده با هم شبیه است و دوش هم از گروه انتخاباتی آقای غنی غنیست. بله شما ببینین در مزار او عمل انجام داد و ازبکار رابطش با عطا چنان تیره ساخته که میفهمه که دیگه در مزار در سمت شمال نه عطا میتونه در مقابل ما ایستادگی کنه، چون خودش هم از قره ساخت در بین مردمش و در بین از امو حزبش. همچنان دوستم هم تا حدود از او حرکات خود سرانه تا حدود
آرام ساخت که نمیتونی یعنی خود سرانه عمل کنی، ولی یک چاکلیت دیگه یا یک شیرینی دیگه به دهنش داد که خود خاموش بانه. شما ببینین در اینجا طوری که ما از یک سایت اینترنتی شنیدیم چند روز قبل آقای غنی با حکمتیار در یک تبصره میخواد که آقای حکمتیار به طرف خود، چون تا حدود دور پیش بینی میشه که انتخابات شاید به دوره دوم بره، بله، و در این دوره عملی باید کنیم که بعضی گروه یا از اعضابی که تا حدود قدرتمند به طرف خود توجهش جلب کنیم، که در این مورد شما دیدین که آقای حکمتیار را طوری که ما شنیدیم گفتن در صورت ما با شما موافق خواهد بودیم که سالی را از معاونیتتان دور کنیم، بله، و در اینجا شما ببینین امو آدم عمر ستار که به نمایندگی از سالی و طرفداری از گروه انتخاباتی دولت ساز مشغول کمپاین بود، سرش عمل اجرامش از بین میره با خانوادش، و در اینجا توجه حزب اسلامی را به طرف خود میکنه، و شما ببینین این نفاق اندازی را که تا حدود در اینجا میتونه همون سیاست های خردمندانه انگلیس را تعقیب بکنه و در درست. اینجا تشکر. گروه ها را ضعیفتر زنده باشین. تشکر. تشکر. زنده باشین. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. سلام جناب محترم آقای مسکینیان. من برای شما سلام احترام تقدیم میکنم جناب بختیاری. بفرمایید. میکنید شما صحت سلامت باشین. جناب محترم آقای مسکینیان، ابتدا سر موضوعی که شما گفتین در رابطه با مذاکرات صلح است که آجندای شما است، خدمت شما هست شود که در گذشته هم اما حرف حقیقت هم گفته شده و گفتی نویسنده های بزرگ حرف حقیقت هم گفته میشه، ولی در پالو اخبارها و تبصره ها میشه از او استنباط بکنه به حساب اردور راست و دروغ یک جا جمع میسازن تا مردم بدگب به درازا بکشه. مذاکرات ابتدا گفته شد که صلح باید در اولویت قرار بگیره، بعد از او انتخابات در افغانستان صورت بگیره، که حال ما میبینیم که امریکایی ها به خاطر از اینکه سر نام دموکراسی بسیار تاکید کرده بودن به او ارتباط آمدن در افغانستان گویا انتخابات صورت بگیره که یک از اصول دموکراسی، در حالی که حکومت تکمیوری است، یک حکومت استبدادی است که هیچ با دموکراسی خوانا نیست، با آن هم اینا با آن با عرض نوع تقلب گستردهی که بود انتخابات به شکل شکلی گرفتن، تا ای که در این اواخر سفیر امریکا جان بیس که وظایفش تکمیل شده بود و اعلام کرد که این اکثریت مطلق به دست آورده نتانسته، بنابراین این نمیتانند به دور گویا حکومت مشارکتی در این مورد گفتاره ها در مورد صلح هم مذاکرات امرای خلیزاد ادامه داره. امی طالب بگویم، امی ایبتی جنابران بگویم، اینا هم آماده شدن بر رای صلح، و اما صلح آمدنی هست و اینایی که به خون هزارها انسان افغان بیچاره مظلوم کشتن، شما ببینین که به پیشتر شما یک امریکایی خونش چقدر ارزش داره، ولی در مقابل خون یک ملت مظلوم افغانستان چقدر بیراه میره، چقدر معدور دم شدیم که امروز هیچ کس بازخواست نیست. امینا را میارن در حکومتداری افغانستان، نماینده ملل متحد از قبل میگه که باید تعداد فامیل های از طالب ها که در پاکستان یا هر جای دیگه که هست باید اونا را به افغانستان مسکن داد. به این ارتباط قضایا طوری روشن میشه که افغانستان صوبه پنجم با آمدن پاکستان هست، و هم قتل های زنجیری که کسانی که مخالف سیاست پاکستان در افغانستان بودن از جمله گروه های تنظیم ها، امروز هر کدامش به شکل سلسله ای تا به حال در ترورشان ادامه داره، که اون میگن که آب زنید را را این که نگار میرسد، حال آب زنی است تا این که نگار برسد. تشکر بسیار. تشکر. موضوع دیگری، اگر امریکا واقعا در سیاست خود در منافع افغانستان کار میکرد، امینا را هم در لیست سیاه گرفته بود، گلبدین حکمتدار در لیست سیاه بود، طالب در لیست سیاه بود، چطور این لیست سیاه با پرنسل پاک پاک میشه اما لیست سیاه ایران لیست سیاه عراق با راکت بسته میشه؟ بنابراین در اینجا معلوم میشه که اینا کلش موضوعات خودشان است، بر منافع خودشان است. اکثرا جناب محترم آقای مسکینیار، جنگ هایی که امریکا کرده از ویتنام گرفته تا کوبا تا اینا، همه بر بخش ها منافع اقتصادی در اینجا تانستن. امروز هم باینم یک کشته شدن یک سردار سلیمانی، اینا تانستن نرخ تیل و نرخ دلار اینا به میلیاردها بلند ببرن، تجارای امریکایی و بانک های خود ریختن. اگر در مورد خود آقای قاسم
قاسم سلیمانی بگوییم که هر کرک شخصیت برام و ملتش کارنامایش و ملتش تعلق میگیره. ای که با ما چی کرده ما باید خود قضاوت خود را بکنیم، اما حکومت بیدار، حکومت هوشیار باید از این تو دیپلماسی ها برای منافع مملکت خود بهره برداری بکنه. از این ارتباط میتونیم ما راههای خوبتر بهتری را برای ملت خود جستجو بکنیم در چنین شرایطی که کشورها در حالت تشنج باشه. گرچه در عراق و سوریه من فکر بکنم از دیدگاه از این که قبلا پیش از این که اینا حمله صورت بگیرد چند مظاهرات و اعتراضات بر ضد ایران هم در عراق صورت گرفت، سفارتش بیرقش بله بله دادن. اما متاسفانه بگیم یا بدبختانه بگیم چانس دیگه که بر از اینا یاری کرد امی ترور قاسم سلیمانی بر از اینا چانس دوباره آرایش نظامی را در خود عراق دوباره داد. چرا اونا نمیخواستن امی کسی که به نام صدر اعظم هست که از جمله طرفداران ایران است ایران نمیخواستن مرد ایران که باشه در قدرت. و حال از قضایا طوری معلوم میشه که دوباره خود ایرانی ها در اونجا کارهای خود را پیش بردن، دوباره آرایش نظامی امی سپاه تشکر دوباره اثر در اونجا جابجا ساختن و با کسی که به نام آقای آقانی سیده باعث جاگوزی بله. ساختن و اونا هم معلوم میشه در چند سفر زیر نام اسماعیل به افغانستان نامده بله به مزار شریف رفته بود. آقای بامیان هم چندین بار صحبتی داشتن و بعدا آلی که اسمشان در اینجا میبرن او را به نام معاون سفارت قلمداد کردن که سفیر وزارت خارجه افغانستان از موجودیت وظیفه رسمی در سفارت افغانستان از ایران در افغانستان این را رد کرده و گفته در بحیث یک اونا باید دیگه بله. تشکر بسیار اختری سپرزنده باشیم. بیچاره ما در مورد امی طالب بگویم یا طالبا بگویم ملت ما فقط در کام کاملا واقعیش بگویم در کام صوبه پنجم هستیم. سه ماه است والله و چه از بدخشان اطلاعاتی که به دست ما شخصا رسیده معدن لاجورد افغانستان را پاکستانی ها اداره میکنن. تشکر بسیار میبخشیم. ما بسیار معذرت میخوایم آخرین تلفن میگیرم. تلویزیون آریان افغانستان. السلام علیکم جناب مسکینیار. من برای شما سلام احترام تقدیم میکنم سر. بفرمایید سر. خوب است. علیکم السلام خدمت شما. زنده باشین. احترام شما تقدیم میکنم. مختصرا ما نمیفهم که سر مسائل افغانستان شما صحبت کردین، یعنی ما بله بله صحبت کردیم. بله. زیادتر که شنیدم در قسمت کشتن قاسم سلیمانی. بله. با اجازه شما ما فقط مختصر که چرا در این وقت سلیمانی کشته میشه سر ازی تبصره میکنم و تحلیل خود تقدیم میکنم مختصرا. بفرمایید. دیگه ای که 20 سال شد و بیش از 20 سال که سلیمانی در تبانی با امریکا در افغانستان و سوریه و عراق کار میکرد، چرا دفتن این معادله تغییر خورد؟ با تاسف که خبرای که از مبصرین سیاسی امریکا و دیگرها میشنوم ایران نه در یک موقف بسیار بلند قرار میتن عالی که ایران در منطقه در مقابل امریکا خیلی کوچکتر است و مبصرین ایتو میگه که پراکسی های ایران زیادتر است. پراکسی ایران فقط حزب الله لبنان است و یک چند نفر مزدور در افغانستان و یک چند نفر مزدور هم در عراق. بله. اما بیاین که سر پراکسی امریکا صحبت بکنیم یا طرفدار امریکا. اسرائیل یکی از نظام یکی از کشورهایی است که قوی ترین اردو را در منطقه داره. بله. یک دو پاکستان یکی از کشورهایی که بسیار قوی هست از لحاظ نظامی که چهارمین کشور یا پنجمین کشور دنیا حساب میشه او طرفدار امریکا است. افغانستان در همسایگی ایران کاملا از لحاظ دولتی یک استیت امریکا گفته میشه، یعنی بدون امریکا هیچ کاری در اونجا از طرف دولت صورت گرفته نمیتانه و در پالی ازی روس که همیشه ناجوان مردانه دوستای خود اعلام کرده اینا میگن که روس در اونجا است و از طرف روس امریکایی چیز کار کرده نخواستان، این هم درست نیست. شما مسکینیار صرف شاهد هستین که صدام هم اعلام کرد روس و قذافی هم اعلام کرد و نجیب هم در افغانستان
و ایرا اگر جنگ صورت بگیره روس به هیچ وجه مداخله نمیکنه، نه روس میکنه نه چین میکنه. بله چین فکر نمیکنم که مداخله کنه، به خاطر اینکه چین در شرایط اقتصادی طور قرار داره که امریکا بخواه چین هم از قدرت به دور میسازد. نه این سر از اینکه چرا در این وقتی مسئله شد. سلیمانی آدمی بود که دولت ایران هم متوجه فعالیت های ازی بوده و دولت آخوندی ایران ازی ترس داشت. چرا ترس داشت؟ به خاطر از اینکه سلیمانی اگر تاریخچه شما حتما بلد هست، این آدم نظامی اصلا نبوده ولی به نظام آمد و از خود فعالیت نشان داد و استعداد نشان داد و به جای رسید، اما این آدم سیاسی بوده و در عین حال این آدمی بود که در اردوی یا در نظام لشکری ایران بسیار محبوبیت داشت و آخونده ایران از این ترس داشتن، با خاطر از این ترس داشتن که اینا فکر میکردن که یک روزی این آدم کودتا نکنن. برای تو ببخشن شایعات بود مبنی بر این که جای خامنه ای را میگرفت، به می دلیل امکان داره خود آخوند دست بین بردنش دست داشته بودش. من این تصور میکنم که تبانی با انگریز که انگریز مشاور امریکاست غیر مستقیم امریکا را تحریک کرد که آدم از بین ببره و دلیلش من دلائلش عرض میکنم. یکی ترس خود دولت ایران بود که ظاهرن عشق تمسا میریزم و اگر اینا از شر از آدم خود نجات دادن. یک دوم آقای سلیمانی کوشش داشت که عربستان سعودی و سونی ها را و شیعه ها را با هم یک پیوند بده و در مقابل امریکا که از امریکا بسیار استفاده کرد و توسط امریکا به این مقامات فرستان در مقابل امریکا یک جبهه جدیدی را باز بکنه که خلاف منافع امریکا در منطقه و در جهان بود و امریکا از این حراس داره که اگر شیعه و سونی با هم متحد شوه از مسلمان ها بیز چندان کشتانه به او خاطر ای آدم در این مقطع تاریخی از بین بردن. دیگه مسئله ای که چرا آقای سلیمانی در این وقت کشته میشه، بخاطر ازی که آقای سلیمانی فعالیت های بسیار زیاده را در داخل افغانستان و عراق در این وقت شروع کرده بود. من تفصیل نمیرم که وقت تنظایی نشوه. میایم سر یک نقطه اساس که افغانستان آیا در موضوع ایران و امریکا چه موقف خواهد داشت را شما تشریح کردین و او را من تایید بکنم. تشکر بسیار، زنده باشین. ببخشین من با کمال معذرت من چندین کار دیگه است به او رسیدگی کنم، به حضورتان مرخص میشم. با معذرت میخوام تعداد در روی لاین هستن، ان شاء الله در برنامه آینده ما حتما زمینه سازی میکنم که همه بتونن صحبت کنن. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا میرسیم به پایان نگاه امروز. خداوند یاری آور همه ایتان.